خیلی خوب. اولا هفته بعد شنبه کلاس احتمالا فقط مثلا نیم ساعته باشه، در این حد. دوشنبه هم کلاس نیست دیگه، یعنی میشه چی؟ شنبه هم کلاس، برای اینکه صرفا من بیام صبح اینا رو بگیرم، کسی تمرین میخواست تحویل بده دستی من بتونم بگیرم. اگه نه نذاشتم امروز میذارم، یه هفته قبلش میذارم. خیلی خوب، برای اینکه اونایی که تو کلاس بودن یه ذره بیشتر وقت داشته باشن. خیلی خوب، در مورد این الگوی سینگلتون صحبت کردیم، گفتیم که بهتر استفاده نشه بجاش الگوی فاکتوری استفاده کنیم. حالا اگر بخوایم که دقیقا بگیم این الگوی فاکتوری چی هست، فاکتوری یا کارخونه، بازم یه الگویی که زیاد استفاده میشه. کلن کارش اینه که به کسی که داره از این الگو استفاده میکنه یه امکانی میده که یه سری اشیا بسازه بدون اینکه واقعا ازشون نیو کنه، یعنی مستقیما نیوشون کنه. در واقع به این کسی که اون کارخونه است، به اون متد کارخونه میگه که یه دونه براش در واقع بسازه. خب دلیل اینکه این کارم انجام میده، حالا دلیل زیادی داره، مثلا چند تاش اینا میتونه باشه. این هست که مثلا فرضاً ساختن اون نیو کردن اون چه پیچیده است، فرضاً بعد از اینکه نیو شد کلی تنظیمات بعد داشته باشه، یا کانستراکتورش ممکنه تعداد مثلا زیادی آرگومان بگیره و اینها، بعد یه لاجیکی میتونه باشه که این ساختن ساده تر کنه. مثلا ما فرضاً 5 الگوی ساختن داریم کلاً، بعد صرفاً به این متد کارخونه میگیم که کدوم الگو رو استفاده کن، خودش کل اون لاجیک رو در واقع برای ما انجام بده. یا مثلا فرضاً ممکنه شما مثل همون سینگلتون بخواید کنترل کنید که فقط یه دونه از اون آبجکت بشه ساخت، بعد اون موقع میتونید در واقع صرفاً ساخت اجازه ساخت اجازه نیو کردن رو به این متد کارخونه بدید، بعد همه مجبورن از این استفاده کنن. یه سری خوبی هم باز نسبت به اون متد فاکتوری سینگلتون در واقع پیدا میکنه. یا مثلا فرضاً حالا یه دونه نه، ممکنه مثلا فرضاً میخواید تعدادی دارید، مثلا 10 تا داشته باشید. اگه کسی مثلا فرضاً مثلا مثل شبیه استفاده که از ترد توی مثلا سیستم عامل مثلا میشه کرد، اینکه مثلا یه نفر کارش با یه ترد تموم شد، سیستم عامل میتونه نگهش داره اون ترد رو به کسی دیگه که میخواد ازش استفاده کنه در واقع بده. خب چون که هزینه از مین بردن ساختن مثلا ترد زیاده، اینکه یه پول یه دونه در واقع حوزچه مثلا ترد داشته باشیم. حالا اینجا مثلا میتونیم حوزچه آبجکت داشته باشیم کلا، فرضاً میخوایم 10 تا باشه 20 تا باشه، همه از همین 20 استفاده کنند، بیشتر از اون نشه. یا حالا مثلا فرضاً اینا مثالشو میبینیم، مثلا اینکه یه سری اطلاعاتی ساختن این شیء بخواد که همه نداشته باشن، کسی میخواد نیو کنه نداشته باشه، صرفا به این فاکتوری این اطلاعات داده بشیم، این به یه نحوی به اون اطلاعات دسترسی داشته باشه. بذارید مثال بزنیم که بهتر متوجه بشیم. فرضاً خیلی خوب، من فرضاً اون کلاس کاری که قبلا داشتم رو بذارید بنویسم. چی داشت؟ یه دونه کالر داشت، درسته؟ و یه دونه پابلیک فانکشن، یه کانستراکت داشته. مثلا فرض کنیم این کانستراکتورش یه دونه آرگومان کالر بگیره، دلار دیس کالر تسپ دلار کالر. خیلی خوب، میبینید؟ خیلی زیادم بزرگ شده. بعد فرض کنید که مثلا چون هم 3 نوع کلا ماشین داریم، بعد این 3 نوع ماشین هر کدوم رنگشون مشخصه. خب من برای اینکه مثلا فرضم کسی که میخوان از این استفاده کنن، مستقیم نمیگم که هر ماشین رنگش چی هست، یه همچین چیزی میسازم، یه کلاس کار فکتوری میسازم، بعد مثلا یه دونه پرایویت کالرز داره توی کانستراکتورش،
مثلا یه همچیز می نویسم This car colors مثلا یه دونه آرایه است که یه همچین چیزی مثلا چه می دونم مثلا مثلا چه بنویسیم اونجا دیگه خیلی خوب یه همچین چیزی مثلا داریم خب بعد این متد کارخونه که میخوام بنویسم یه همچین چیزی هست مثلا برزن میک کار مثلا خب که دونه تایپ بگیره خب بعد از اون مثلا ماشین برای من بسازه یا همچین چیزی return new car dollar this car colors color type خیلی خوب مشخصه دیگه الان این به این متد میگن متد فکتوری متد کارخونه به این کلاس هم میگن کلاس فکتوری خب الان این از کدوم به چه دلیل من اینو ساختم کدوم از اون سه تا دلیل من همچین چیزی ساختم یه سری اطلاعات هست دست همه نیست دست فقط همین فکتوری هست حالا مثلا من اینجا مستقیم گفتم این ممکنه مثلا بره از یه جایی بگیر از یه چه می‌دونم از یه فایلی بخونه از یه فایل کامپیوتری بخونه از یه جای دیگه به دست بیاره اطلاعات ولی در صورت این اطلاعات دست این کار فکتوری هست کسی از بیرون نمیتونست مستقیما همچین کاری انجام بده دیگه خب یا مثلا یه مدل دیگه مثلا می‌خوام بنویسم فرض کنید همین چیزی نداشتم بعد فرضاً مثلا اینجا اینم هیچی مثلا یه همچین چیزی می private dollar car خب بگم که اگر که اپتو بهترین اسم بهتر برش بذاریم کار کانت خیلی خوب اگر که کار کانت مثلا کمتر از 10 تاست خب در غیر صورت مثلا یه چه میدونم اون کاری نکن دیگه نساز ریترن نه خب اینا الان کنترل میکنه که فرضاً تعداد ماشینایی که کلا میتونه ساخته بشه 10 تا باشه دیگه مثلا حد اکثر دیگه خب از 10 تا بیشتر نشه ساخت یه همچین کاری هم میشه کرد باز مثلا الان من اینجا یه دونه کلاس کار داشتم خب ممکنه مثلا من چند تا کلاس مثلا داشته باشم فرضاً هر کدوم از این ماشینایی که نوشتم خودشون مثلا یه کلاس فرزند اون کلاس کار باشن خب بعد من مثلا بر اساس این تایپه بخوام مثلا ببینم که کدومشونو بعد نیو کنم خب یعنی اگر این تایپ یه دونه استرینگ من بر اساس استرینگی میخوام هر کدوم از اونها رو نیو کنم بعد حالا هر کدومشون ممکنه کانستراکترشون مثلا فرضاً آرگومانای خودشو بگیره یعنی یه ساختار مثلا همگیری نداشته باشن خب این متد فاکتوریه کاری که بر من انجام میده اینه که کمکم میکنه که من راحت‌تر در واقع بسازم اونها رو خب مشخصه سوال تا اینجا خیلی خوب تو طول درس حالا اینا مثلا این متد این الگوهای سینگلتون الگوی فاکتوری کلن الگوهای برنامه‌نویسی شیگران خیلی رفتی لزوم به وب ندارن جلوتر که میریم هر جلوتر میریم هم از اینا بیشتر میبینیم در حالا توی ممکنه درس دیگه هم خونده باشید هم یه سری الگوهایی که حالا مخصوص برنامه‌نویسی وب هستن هم خواهیم دید که حالا دیزره بعد پی اچ پی و مثلا کار با دیتابیس و اینها هم ببینیم بعد شروع کنیم اونها رو آها ببینید همین مثلا برای مثال این یه سری دلیل هست که استاتیک استفاده کردن خوب نیست خب کلن اصلا نه فیلد استاتیک نه متد استاتیک استفاده کردن
توی برنامه‌نویسی یارو خیلی کار خوبی نیست، با اینکه جلوی تست کردن رو میگیره، مثلا یه جای دست آدم میبنده و اینها. این اون استفاده از فاکتوریه یه دلیلش اینه. یه جا هم هستی کلا شما لزوما یه دونه کلاس ندارید. همین مثال که من زدم، فرض کنید که مثلا این کیار، رنو، بی ام و، اینا هر کدومشون یه دونه چی بودن؟ یه دونه کلاس فرزند اون کلاس کار بودن. خب بعد شما خودتون بعد مثلا میگفتید اگر میخوام چی بسازم از فلان کلاس نیو کن، اگر میخواستم از مثلا اون یکی بسازم اصلا کلاس نیو کن. خب این لاجیکه رو بهتره بیارید داخل این فاکتوری انجام بدید. خب یعنی صرفا شما مثلا اینجا تایپش رو بدید خودش این کارا رو انجام بده دیگه. خب یا مثلا چه میدونم حتی ممکنه شما اینا رو داخل فایل مختلفی تعریف کردید، خب بعد خب یکیشون مثلا بعد این فایل اینکلود شن، برای مثلا توی پی اچ به طور خاص این کلاس فاکتوری میتونه اینکلود کنه اون فایل رو، یعنی بسته به اینکه شما چی میخواهید بسازید فقط همون فایل اینکلود کنه. خب یا مثلا چه میدونم یا همچین کاری میتونه انجام بده. یعنی کلا اون فکری، اون لاجیکی که قرار هست برای نیو کردن استفاده بشه توی کانستراکتور ولی نمیتونه باشه، بهتره بیاد داخل یه متد کارخونه، متد فکتوری در قرار بگیره. خیلی خوب، تو مثلامون میخواستیم کانست بگیم، نبود، نمیدونم چرا، یا همچین چیزی، همین اینو میشه کانست تعریف کرد. بذارید من اینو اینجا بنویسم کانست. خب مشکلش چیه؟ کلاس کانست. آها اینجا کانست نمیتونم آرایه بدم. خیلی خوب، حالا فرضاً یه دونه استرینگ میخواستم بدم، مثلا چه می‌دونم مثلا چه می‌دونم لوگو، مثلا یه چیزی، حالا خیلی مهم نیست. خب اینم استفاده کانست. کانست چی هستن؟ کانستنت ها یه سری متغیرن، باز مربوط به کلاسن، مربوط به کلاسن ولی مداشون تغییر نمی‌کنه. تو زمانه دیگه هم دیدید. این رو می‌خواستم بگم که یه کلمه سلف رو ببینید. آها سلف رو بکنم، حالا برای استیکا دیده بودید نه؟ گفته بودم این سلف به خود اون کلاسه اشاره میکنه. خب بذارید من یه دونه تابع استیک هم داشته باشم اینجا، فرضاً بنویسم که پرایویت. کانستراکتور هم بنویسه سلف. خب استفاده درستش ببینید اینجوریه، کلاس های متغیرهای استاتیکه، یعنی فیلد های استاتیکه یا متد های استاتیکه یه دونه کلاس، با توی خود کلاس میتونید سلف بنویسید، دو تا علامت دو نقطه بذارید، دابل کلون بذارید در واقع، یا میتونید اسم خود کلاس هم بنویسید. یعنی من جای اینجا میتونستم بنویسم کار فکتوری. خب این در واقع چیه؟ به این میگه عملگر مشخص کردن اسکوپ. خب در واقع میگه که کجا دنبال این بگرد. برای استاتیکا و در واقع کانستنت ها بیشتر کاربرد داره. صرفا اینم که آشنا باشید باش. چیز مستقیم صدا میزدیم، بذارید ببینیم میفهمید یا نه، امتحان کنیم، احتمالا میفهمید چون جای دیگه ای مثلا ولی مثلا اگر که چی داشتید، مثلا یه متد غیر استاتیک هم داشتید، خب اون ارجحیت میداشت دیگه. خب ولی با اون سلف یا اسم کلاس که بنویسید، اون چیزی که برای خود کلاس تعریف شده ارجحیت داره، میتونید داشته باشید. خیلی خب، لوگو عملا فیلد استاتیک میشه. خب یعنی که میتونید، یعنی کانستنت هایی که مربوط به خود کلاس هن رو میتونید استاتیک فرض کنید داره، چون غیر قابل تغییرن، برای خود کلاس هم معنی دارن در واقع. بله آره آره این قضیه هستی. آها دیس برای وقتی که شما یه دن اینستنس از اون آبجکتتون دارید. خب یعنی جای نیوشون کردید، ببینید من توی استاتیک دارم ازش استفاده میکنم. خب
استاتیک وقتیه که کلا من هنوز هیچ آبجکت لزوما ازش ندارم، یعنی از خود کلاس دارم استفاده میکنم. اینجا دیگه چون اینستنس از آبجکت وجود نداره که دیسپش اشاره کنه، از سلف استفاده میکنم. مشخص شد فیلد کلاس استاتیک نیست؟ نه فیلد معمولی نه، استاتیک نیست لزوما. الان من همچین چیزی بنویسم این استاتیک نیست، پر اینستنس در واقع داره درست میشه، با دیس بهش دسترسی دارم دیگه. استاتیک منظورم اینه که در زمان اجرا میتونیم به کلاس فیلد اضافه کنیم. آها این یکی از سوال یادم یکی از بچه‌ها پرسید، من خودم مطمئن نیستم، بذارید ببینیم. شما اینو کامنت کردین پایین ارور نداد که فکر میکنم مشکلی نداره تا اونجا، ولی بذارید تست کنیم مطمئن شیم. مثلا یه چیز بنویسم، بعد بنویسم دلار کار خب اجراش کنیم ببینیم چه میشود. حتی به نیو هم خیلی کاری نداشت. خیلی آها یه همچین نوتایسی در واقع میده، نوتایس ضعیف‌ترین نوع اروره. خب یعنی میتونید کلا تقریبا نادیده بگیرید اشتغال پی اچ پی. خب یه چیز حتی ضعیف‌تر از وارنینگ هاست. خب بعد اصلا میتونید خاموشش کنید داخل تنظیمات پی اچ پی. بکنم یه تنظیم ارور ریپورتینگ مثلا صفر بنویسم، فکر کنم همه چیزش خاموش میشه. این چه مشکلی داره؟ آها میگه که کالر بشه نده. خب مهم نیست. همه چی از بین رفت دیگه عملا. اونجا گفتم ارور نوتایس هم ننویس دیگه، عملا هیچ مشکلی نداره با این قضیه. من میتونم به صورت داینامیک یه دونه فیلد اضافه کنم. خیلی علاقه من نبود ولی خب تونستم این کارو انجام بدم بالاخره دیگه. خیلی خوب. این تابع ارور ریپورتینگ هم میگه که حالا تو پی اچ پی منیوال ببینید، میگه تا چه سطحی از ارورا رو وقتی صفحه داره نشون داده میشه در واقع نشون بده. خیلی خوب. جلسه پیش در مورد کلون هم یه چیزی گفتیم که کار نمی کرد. نکتهش اینه که کلون یه ذره با زمانه دیگه فرق داره. کلون آندلین کلون داخل پیشوی اینجوری که اول کلون میگیره از اون آبجکته، بعد روی آبجکت جدید کلون رو در واقع اجرا میکنه. خب اینجوری بعد ازش استفاده کنیم. خیلی خب بریم ادامه درس. آها خیلی خب یه مفهومی هست که احتمال اسمش هم شنید به نام مفهوم ایجکس یا آژاکس، هر چیزی میتونید بهش بگید. خب این در واقع یه چیزی که خیلی وقت‌ها پیش وجود داشته داخل از توی جاوا اسکریپت، ولی خب استفاده که الان میکنن واسه که گذشته ازش میکنن خیلی فرق کرده. در واقع به همون دلیلی که استفاده که کلا از جاوا اسکریپت میکنن استفاده که گذشته میکنن خیلی فرق کرده. الان واقعا اپلیکیشن مثلا میشه نوشت با جاوا اسکریپت. خیلی خوب مثالش مثلا چی هست؟ مثالش کلا این برنامه‌ای هست که استفاده خیلی از چیزایی به شکل اپلیکیشن، مثلا فرضاً گوگل ریدر مثلا یه اپلیکیشن هست که از ایجکس خیلی زیاد استفاده می‌کنه. خب یا مثلا جیمیل، اگه ببینید دقت کنید وقتی شما مثلا ریفرش می‌کنید صفحه‌تون داخل جیمیل، صفحه ریفرش نمیشه، صرفاً اطلاعات داخل صفحه ریفرش میشه. خب این یه ذره با اون مکانیزمی که دیفالت مثلا برای بروزرها مثلا اون HTTP مثلا در نظر گرفتن فرق داره در واقع دیگه. چیزی هم که استفاده میکنم این هست از یه روش به نام ریکوست XML HTTP استفاده میکنم. حالا آبجکتش که ببینیم چی هست. این اصولا برای این ساخته شده بود که XML در واقع رد و بدل کنم بین کلاینت و سرور، ولی خب باز میگم استفاده که الان ازش میشه عملا این هست که هر چیزی رد و بدل میشه کرد بین کلاینت و سرور و میان برای HTML رد و بدل میشه، JSON رد و بدل میشه. بذارید یه کاربرد کامل ازش ببینیم. این رو برداریم.
خیلی خوب. من یه برنامه نوشتم اینجا که اولا از سشن استفاده میکنه، بعد این که یه استایل چیز خاصی نیست. آها این فایل هستش دیگه انشاءالله. خیلی خوب. من یه فایلم دارم که توش متغیر تعریف کردم، استانای ایرانو توش نوشتم داخل متغیر پروینسز. بعد خب این خط بخوام من توضیح بدم خیلی سریع برنامه رو، اینجوریه که این برنامه قراره همچو کاری کنه. زد اجرش کنیم، یه استان فعلی رو نشون میده، بعد یه سری دکمه نیکست و پریویست داره که بین اینا میتونی جا بجاشی. خب یه چیز خیلی ساده است. خب یه هم چیزی نوشتم. خب ببینیم چجوری کار میکنه. اولا یه دونه توی سشن یه دونه متغیر کارنت نگه میداره که ایندکس در واقع اون کشور فعلی، اون استان فعلیه. خب اولین کاری که میکنم اگر که ست نشده بود به صفر ستش میکنم، بعد متغیر کارنت هم برابر اون قرار میدم. خب خب بعد اینجا چیکار میکنم؟ میگم که اگر که در واقع متغیر جت، یعنی توی URL متغیر جت گو وجود داشت و مقدارش هم پریو بود، این مقدار یه دونه کم کن. اگر که مقدارش نیکست بود، این مقدار یه دونه زیاد کن، باز داخل کارنت بریزش. بعد اینجا دارم دوتا در واقع دکمه یه کارنت و در واقع پریویس و نیکست رو دارم نشون میدم. میگم که اگر کارنت هم از صفر بیشتر بود یه دونه لینک درست کن که به پریویس داره اشاره میکنه، وگرنه یه پریویس خالی بنویس که در واقع لینک، در واقع شبیه لینک میشه که دیزیبله. اینجا میگم که خود اسم استان بنویس و اینجا هم به همون ترتیب در واقع دکمه نکست تولید میکنم. خیلی خوب، این چیزی که من نوشتم بر اون کاری که میخوام کاملا داره انجام میده. یعنی فقط این لینک هایی که هست، این در واقع این لینک نوشته که page.php علامت سوال گو مساوی با نکست. خب بعد روش کلیک میکنم، خب خیلی خوب کار میکنه. یه مشکل خیلی مشخص داره این، کسی میتونه بگه با توجه به اون URL بگی چی؟ اگر من F5 میزنم دوباره اینو لود کنم، اتفاقی که میفته همینجوری میره روی چیه بعدی، روی در واقع استان بعدی، چون همونجوری نیکست دوباره داره اجرا میشه در واقع. خب بعدش اگه پریویس بزنم بعد دوباره لود کنم، همینجوری دوباره میره استان قبلی. یه مشکل امنیتی هم داره، کسی میتونه بگه چیه؟ متغیرش لونه؟ نه تو قاعد متغیر لونه میره توش. یه متغیر کارنت دارم توش، اونم لونه میره اینجا. یه متغیر پروینسز هم دارم، اونم لونه میره باز اینجا. میتونه یه جایی میتونه باعث ارور بشه. کجاست؟ این هست که فرضاً من پریویس بزنم برسم به اولین استانم، ولی باز من دوباره پریویس بزنم، خب جای چک نکردم که اون کارنت مثلا منفی نشه یا همچین چیزی. خب درسته من لینکشو نذاشتم، خب ولی طرف خب میتونه اون بالا مثلا بنویسه برو قبلی، باعث بشه که برام من ارور بده. خب این یه ارور خیلی در واقع، این از اسمش نذاریم ارور، اسمش بذاریم مشکل امنیتی. خب این مشکل امنیتی که خیلی باید بهش حواستون باشه، این هست که کاربر لزوما از طریق لینکایی که شما تولید کردید دسترسی نخواهد داشت به صفحتون. خب یعنی فرضاً مثلا شما ممکنه مثلا بنویسید فرضاً گو مستس به یه چیز دیگه ای، خب که شما حواستون نبوده و یه کاری مثلا انجام بده. خب یعنی هیچ وقت نباید اطمینان کنید که کاربر لزوماً از لینکایی که شما تولید کردید، لینکایی که شما در اختیار دیگران گذاشتید در واقع داره استفاده میکنه. خب ممکنه یه کاربر اصلا با ممکنه اشتباهاً این کار کنه، یا حتی ممکن خرابکارانه سعی کنه مثلا با تغییر دادن اون چیزایی که اون بالا مثلا نوشید، با حتی پست کردن چیزهایی که مثلا شما انتظارشو نداشتید برنامه شما رو خراب کنه و حتی بهش نفوذ کنه. فرض این سری اطلاعاتی که مثلا نباید به دست بیاره در واقع به دست بیاره. خب از این نظر پس باید حواستون باشه. این ساده ترین کاری که میتونم برای جلوگیری از این انجام بدم این هست که یه چیز بنویسم براش. بعد از اینکه اینجا مقدار کارنت مشخص شد همین چیز بنویسم. مطمئن شم که توی محدوده‌ای که مد نظر من در واقع کارنت قرار میگیره، هیچ وقت بیرون نمیره.
این متغیر کانت هم چه میگه؟ طول یه دونه آرایه رو میگه، صرفا مشخص هست دیگه. میگم که اگر که کوچکتر بود صفرش کنه، یه بزرگتر از آن مقدار که بعد باشه بود برابر بزرگتر این مقداری که میشه قرار داد. خیلی خوب، این الان اون ضعف امنیتی برای من رو در واقع برطرف میکنه. در واقع هر چه آدم بخواد کارش انجام بده نمیتونه. خب بازی این ضعف امنیتی رو برطرف کردم، هنوز این مشکل در واقع ریفرش کردن که میره بعدی رو برطرف نکردم. خب برای اینکه اینو درست کنم بعد چیکار کنم؟ مشکل اینه که الان فرض کنید که یارل من علامت سال گو مساسی نکس داره، درچه وقتی که F5 بزنم ریفرش کنم صفحه رو، یا فرضاً همینو داخل یه تب جدید باز کنم، هر دفعه میره یه دونه بعدی، مشخصه؟ ببینید در واقع این یارل عملاً یه دستوره. خب دارم میگه برو استان بعدی، من بخوام صفحه رو ریفرش کنم، اصولا وقتی صفحه رو ریفرش میکنی نباید چیزی تغییر کنه، ولی اینجا من هر دفعه که صفحه رو ریفرش میکنم یه دونه استان میره بعدی، اگر پریویوس داده بودم هر دفعه میره استان قبلی. چجوری اینو برطرف کنم؟ میشه یه برنامه جنریت کنم دوست بیام اینکه خب آها یه کاری که میشه انجام داد انجامم میشه، یعنی یه پترنیه که استفاده میشه اینه که من لینک هایی که درست میکنم خب چی باشم، مثلا فرضاً نوشته باشم که این لینک اینجوری باشه، علامت سوال گو مساوی نکست و اند رندوم مساوی یه عددی. خب بعد این رندوم رو من تو سیشن نگه داشته باشم که چه چیزی درست کرده بودم آخرین بار. خب برای هم لینک پریویس هم لینک نکست هم از همین رندوم استفاده کنم. خب بعد وقتی که طرف روی دکمه مثلا نکست پریویس کلیک کرد، من چه کنم که اولین کاری که کنم چه کنم که مقدار گت برای اون متغیر رندوم آیا همون چیزی هست که سشن نگهداری شده یا نه. خب بعد اگر که همچین چیزی نبود، متوجه میشم که این طرف مثلا یه چی کرده دیگه، از یه طریق بغیر از لینک های من در واقع داره دسترسی پیدا میکنه به این صفحه، مشخصه؟ بذارید انجامش بدیم. بگیم که if چجوری باید بگیم؟ آها خب یه تابه چک آرس می نویسم، بعد این تابه هم اینجا یه چیزی بذاری تعریف کنیم، چک آرس چه باید بنویسم بگم که رند مثلا یکو یه همچین چیز. خیلی خوب، یه دونه تابع گت آرس هم می نویسم، بعد بذارید اینجا بنویسم، یه لحظه ببخشید، یه لحظه اجازه بده. اینجوری نبرم، بعد آرس نگه دارم. خیلی خوب، تو کدش طولا نمیشه، بذارید کلیتشو بگم. کاری که میخوام انجام بدم این هست که تو این چک آرس چک میکنم که در واقع همچه خط بنویسم، این که کجا باید آرس تغییر بدم، بعد دوباره داخل یه تابع دیگه ببرم، وقتی که مطمئن شدم که مثلا لازم هست تغییر بدم تغییر بدم، توی این گت آرس هم آخرین مقدارش رو ریترن میکنم که کجا استفاده کنم، یه همچین جایی همچین چیزی بنویسم. توی درست کردن لینک هام مثلا یه همچین چیزی بنویسم، and مثلا یه تابع current آرس تعریف میکنم،
بعد اینجا مثلا می نویسم اند آرس مسایس با کارنت آرس. اینجوری نمیتونم بنویسم. خیلی خوب، یه همچین چیزی. خب اتفاقی که میفته اینه که هر لینک من، خب یه عددی توش هست. خب هر لینک من یه عددی توش هست، یه عدد رندومه. خب فقط من یه دفعه میتونم ازش استفاده کنم. وقتی استفاده کردم باطل میشه، یه عدد جدید جایگزینش میشه. خب در نتیجه کسی یه لینک از بیرون نمیتونه در واقع ایجاد کنه که مثلا صفحه من مثلا ریفرش شه. حتما بر روی اون لینک هایی که من جنریت کردم در واقع کلیک کنه. اینو کدش، حالا این کد این آرسه رو همراه با این اسلایدی که میذارم که ببینید در واقع به چه صورت هست. خیلی خوب، یه راه ساده تر داره این. این چیز، این روشی که استفاده کردیم روش خیلی مرسومیه تو چک کردنی که مثلا فرمی که طرف داره ثابت میکنه، مثلا فرمی هست که مثلا از بیرون خودش پست نکرده، کلا برای اینکه مطمئن شیم که از راهی که مثلا ما مشخص کردیم داره به این در واقع سایت ما دسترسی پیدا میکنه خیلی زیاد استفاده میشه. حالا جلوتر میبینیم که خود مثلا فریم ورک ها خودشون معمولا یه روشی دارن برای اینکه به طور اتوماتیک همچین کاری کنن خودشون. یه راه راحت‌تر داشت اون مشکل رو من می‌خواستم حل کنم. چند تا کنترل زد بزنیم.